رسیدیم به قسمت نهم و آخرین ویدیو از سری نه قسمتی بررسی فیلم های سینما یه فیلم بی دیگر رو میخوایم با هم بررسی کنیم پس با من همراه باشید واسه آخرین ویدیو انتخاب راحتی نداشتم البته انقدر فیلم عالی داریم که اگه صد تا هم از این سری های نه قسمتی بخوام آماده کنم فیلم کم نمیارم اما دوست داشتم این سری رو با یه فیلم تکنیکی تموم کنم فیلمی که برای این قسمت انتخاب کردم فیلم هیت یا مخمسه ساخته مایکل کنتمان کارگردان خوشزوق سینماست اولین چیزی که از این فیلم نظر هر فیلم دوستی رو به خودش جلب میکنه حضور دوتا از اسطوره های زمان در عرصه بازیگری توی فیلم روبروی همه پکیج این دوتا بازیگر توی یه فیلم انقدر جذابه که یه داستان و کارگردانی معمولی هم ما رو راضی میکرد اما مایکلمان یه اثر هنری کم نظیر رو خلق کرده که نمیتونیم بگیم صرفا حضور این دو بازیگر باعث قدرت فیلم شده دو بازیگری که در زمان اوج خودشون توی یه فیلم حدوداً سه ساعته به عنوان قهرمان و ضد قهرمان با نقش‌های اصلی رو روی هم قرار می‌گیرن. این فیلم به نظرم یه کلاس بازیگریه توسط دو استاد تکرار نشدنی سینما. مایکل مان به نماهای بسته خیلی علاقه داره توی این فیلم هم از نمای بسته زیاد استفاده کرده البته استفاده کاملا به جا ما ورود هر دو بازیگر رو با نماهای بسته میبینیم من اول یه توضیح مختصر در مورد تفاوت نمای باز و نمای بسته بدم نمای باز که ما بازیگر رو در ابعاد کوچیکی توی تصویر میبینیم اشاره داره به ارتباط اون کاراکتر با دنیای پیرامونش اما نمای بسته که اکثرا با عمق میدان کم همراهه اون شخصیت رو از دنیای اطرافش جدا نشون میده و تاکید داره روی کنش درونی شخصیت مایکل مان میخواد با این ورود توجه ما رو به کشمکش های درونی این دو شخصیت جلب کنه اگه فیلم رو با دقت دیده باشید متوجه شدید که کشمکش های درونی لایه مهم داستان بود که اصلا نمیشه بهش توجه نکرد البته بازی رابرت دنیرو خیلی درونی تر بود نسبت به آلپاچینو به خاطر کاراکترهاشون ولی خب من منظورم کشمکش درونیه اگه به لباس این دو شخصیت دقت کنید وینسنت هانا با بازی آلپاچینو تقریبا تو تمام صحنه پیراهن و کراوات مشکی یا تیره تنش بود در حالی که پیراهن نیل مکالی سفید بود میتونیم ارتباطش بدیم با شخصیت هر کدوم از این دو نفر مکالی خیلی آروم و مسلط بود اما وینسنت پرخاشگر و عصبانی بود همچنین وینسنت به قول همسرش کل زندگیش دنبال بقایای مرده ها بود و با کارش ازدواج کرده بود اما مکالی دنبال آرامش بود لباس وینسنت اوایل فیلم کاملا مرتب بود و گره کراواتش هم بسته بود اما هرچی جلوتر می رفتیم لباسش نامرتب میشد چون این آدم از لحاظ روانی آشفته تر میشد و اثرش رو هم تو زندگی زناشوییش میتونستیم ببینیم در نسخه ابتدای فیلم قرار بوده وینسنت هانا معتاد به مواد مخدر باشه و همین موضوع جایگاهش رو تو اداره پلیس و زندگی شخصی به خطر بندازه اعتیاد وینسنت در نسخه نهایی فیلم نامه حذف شد اما به پیشنهاد خود آلپاچینو ویژگی های اخلاقی ناشی از اعتیاد توی شخصیتش باقی موند مایکل مان هم با این موضوع موافقت کرد یعنی ما مواد کشیدن وینسنت رو نمیبینیم اما ویژگی‌های اخلاقی شبیه کسیه که مواد میکشه. توی این فیلم صحنه های گفتگو زیاد میبینیم مایکل مان این صحنه ها رو خیلی عالی طراحی کرده تا علاوه بر محتوای با ارزش این گفتگوها ما شاهد یه فرم حرفه و اصولی هم باشیم هین دیدن چنین صحنه هایی توی این صحنه مکالی توی یه کافه نشسته و ایدی سعی میکنه باهاش ارتباط برقرار کنه اولش مکالی احساس میکنه اون مزاحمش شده و خیلی درست حسابی جواب ایدی رو نمیده تو این قسمت دوربین پشت این دو شخصیت قرار گرفته اما درست در لحظه ای که ارتباط دوستانه بین اونا شکل میگیره و مکالی دستش رو دراز میکنه تا با ایدی دست بده دوربین خیلی آروم حرکت میکنه به جلو و بقیه صحبت هاشون رو از جلو میگیره این حد از ظرافت فقط از یه کارگردان ریزبین با دقت بالا برمیاد میاد. وینسنت و مکالی قهرمان و ضد قهرمان داستانن شخصیت پردازی هر کدومشون عالی و بینقصه و هر کدوم خط داستانی مجزای خودشون رو هم دارن سیر همزاد پنداری با هر کدوم از این دو شخصیت طوری پیش میره که دائما قهرمان و ضد قهرمان جاهاشون با هم عوض میشه نمیتونیم به صورت مطلق بگیم کدوم شخصیت قهرمانه و کدوم شخصیت ضد قهرمان ما هر دو رو دوست داریم و با هر دو به یک میزان همزاد پنداری میکنیم تقابل این دو شخصیت هم از نقاط قوت این فیلمه کارگردان قبل از تقابل فیزیکی اونها دوبار نوید روبرو شدن اونها رو به ما میده چطوری؟ با قابندی های مشابه از هر کدومشون پشت سر هم یعنی قرار به زودی این دو نفر روبروی هم بشینن اگه دقت بکنید تو این صحنه خط نگاه هر کدوم از دو بازیگر طوریه که ما فکر میکنیم دارن به همدیگه نگاه میکنن در حالی که هر کدومشون تو دو تا لوکیشن متفاوت هستن و اما صحنه با شکوه روبرو شدن این دو شخصیت کدوم فیلمی رو سراغ دارید که قهرمان و ضد قهرمان بشینن روبروی هم قهوه بخورن و خیلی صمیمی با هم صحبت کنن به نظرم این صحنه یکی از بهترین صحنه های گفتگو تو تاریخ سینماست. دو قول بازیگری در قالب دو شخصیت قدرتمند توی یه فیلم بی‌نظیر روبروی هم نشستن و دارن هنرنمایی میکنن. در ابتدای صحبت هاشون فاصله دوربین با هر کدوم از دو شخصیت تقریبا زیاده. هرچی جلوتر میریم فاصله کمتر میشه. کارگردان دعوت میکنه تا به احساسات درونی هر کدوم از شخصیت ها توجه کنی. همچنین نشونه ای از نزدیک شدن اونها به هم. توی هر پلان دوربین جوری کاشته شده تا نفری که رو به دوربینه توسط کسی که پشت به دوربینه گوشه قاب گیر بیفته. و کسی که پشتش به دوربینه به صحنه مسلط بشه این زیباترین جا به جای قدرت بین دو شخصیت توی یه صحنه گفتگوه که من نظیرش رو توی کمتر فیلم می دیدم جزئیات این سکانس بداهه بوده و بدون برنامه ریزی ضبط شده مایکلمان چند دوربین رو توی صحنه میکاره و با همون برداشت اول چیزی که مد نظرش بوده بهش میرسه نقاشی و سینما ارتباط زیادی با هم دارن چون هر دو یه نوع هنر بسری هستن فیلم های زیادی داریم که از نقاشی های معروف الهام گرفتن توی این فیلم مایکل مان توی پلانی که مکاولی وارد خونه خودش میشه از یه نقاش کانادایی به اسم الکس کولویل الهام گرفته به سندرسون هم سابقه الهام گرفتن از نقاشی های کولویل رو داره و اما سکانس سرقت از بانک یکی از ترین و واقعی ترین سکانس های اکشن سینما گفته میشه بازیگرای فیلم هم دوست ها هم پلیس ها مدتی رو با خلافکارها و پلیس های واقعی گذروندن تا بتونن این سکانس رو واقعی تر بازی کنن همچنین برای این سکانس صداسازی انجام نشده و اکثر صداها سر صحنه ضبط شدن تو فاصله های معینی میکروفون کار گذاشتن تا صداها شبیه به واقعیت ضبط بشه اگه فیلم های واقعی سرقت از بانک رو دیده باشین این سکانس خیلی به واقعیت نزدیکه مکالی توی این فیلم یه دیالوگ خیلی معروف داره و خودش در نهایت بهش عمل میکنه و نمیذاره اسیر وابستگی ها بشه و دوست دخترش رو رها میکنه تو صحنه ای که ایدی متوجه میشه سرقت کار مکالی بوده و رابطه اونها کمی از هم میپاشه کارگردان فاصله و شکاف رابطه اونها رو با یه حائل بین دو شخصیت نشون میده توی این صحنه اگه دقت کنید همه پلان ها دو یا چند نفری گرفته شده غیر از پلان های مکالی که ما اونو توی قاب تنها میبینیم کارگردان داره اشاره به تنهایی مکالی میکنه در آخر همین سکانس هم خودش از این وضعیت کلافه شد و رفت بیرون به ایدی زنگ زد تو این صحنه میبینیم که ابتدا مکالی و گروهش توی محبته باز دارن نقششون رو مرور میکنن و پلیس ها رو هم میبینیم که در ارتفاع اونا رو زیر نظر دارن چند دقیقه بعد وینسنت و گروهش میرن توی همون محوطه تا از نقشه مکالی سر در بیارن و این بار مکالی از ارتفاع اونا رو زیر نظر داره همونطور که اول صحبت هم گفتم قهرمان و ضد قهرمان پا به پای هم حرکت میکنن و حتی گاهی برای ما جاشون با هم عوض میشه و میرسیم به سکانس آخر و پلان احساسی و تاثیرگذار فیلم جایی که وینسنت دست مکالی رو میگیره این صحنه ما رو یاد دیالوگ جوکر تو فیلم شوالیه تاریکی میندازه جایی که ضد قهرمان به قهرمان گفت من نابودی تو رو نمیخوام تو منو کامل میکنی مایکل مان هم رابطه ای علت و معلول رو با قهرمان و ضد قهرمانش به زیبایی نشون ما میده خب این قسمتم تموم شد امیدوارم لذت برده باشید لینک قسمت های دیگر رو میذارم تو دیسکریپشن اگه دوست داشتید ببینید اینجا قرار فیلم حرفه ببینیم و حرفه فیلم ببینیم ممنون از نگاه پرمهرتون